مدلای دیگه هم داریم ارزون ترن، ولی همین کارو میکنن. خیلی ممنون، همین خوبه. مبارک باشه. دختر گلم باید همیشه بهترین وسایل رو داشته باشه. هیچ وقت نمیذارم حسرت هیچی رو بخوری. هیچ وقت نمیذارم تنها بمونی. هیچ وقت نمیذارم سرگردون این ور اون ور بچرخی. هیچ وقت نمیذارم تو سرما یه گوشه کز کنی به خودت بلرزی. قول بهت میدم عزیز دلم، تو هم باید به من قول بدی. قول بدی دختر خوبی باشی، به حرف هیچ کس جز مامانت گوش نکنی، گوله اینو اونو نخوری، به هیچ کس اعتماد نکنی جز به من، به مامانت. قول میدی عزیزم؟ قول میدی؟ امروز رفتم کلی برای بچه خرید کردم. کار خوبی کردی، پول که کم نیوردی. نه ولی چقدر لباس بچگونه گرونه، خیلی گرونتر از لباس بزرگ هست. کلی خرید کردم. میدین رامی، میدین چی دلم میخواد؟ دوست دارم خونمونو نقاشی کنیم یه رنگ قشنگ، مخصوصا اتاق بچه رو یه رنگ شاد شاد. نظرتو چیه؟ خجسته ای دیگه، یکی مثل من انقدر کار ریخته سرش نمیفهمه جمعه و شنبهش که یه یکی هم مثل از بس بیکاره میشینه زل میزنه به این در و دیوار، میخواد نه رنگ بکنه گل به ای کن، چه میدونم یه رنگی بزن دیگه. از رو بیکاری نیست عزیز من، به خاطر بچه مونه. من الان 3 سال تو این خونه دارم با تو زندگی میکنم. اصلا قرض زدم؟ چیزی ازت خواستم؟ گفتم این ورش کجه اون ورش راسته، سقفش داره میاد پایین؟ نه تو رو خدا بگو، نه که تو کاخ زندگی میکردیم؟ یاد رفته سقف بالا سرت نبود؟ نه وقتی آوردم تو این خونه در و دیوار شد یعنی اسپایدرمن چسبیده بودی بهش، ماچش میکردی و خوشحالی. تو هم هر فرصتی که گیر میاری گذاشتم بکوبون تو سرم. هنوز دلت خنک نشده؟ پررویی میکنی لازم واسه دیگه. حق نداره با من اینطوری صحبت کنی، مخصوصا جلوی بچه‌مو. من دلم نمیخواد اون از گذشته من چیزی بدونه، فهمیدی؟ رانو یه چیزی یادت باشه، از الان تا وقتی که بمیری دیگه با انگوش به من حرف نزن، شاخ نشو. درزم فردا جا به جایی هم داریم. مثل اینکه تو یادت رفته من حاملم. قرنوز کو بکنی که یه رانندگی ساده است. بهت گفتم، بازم میگم، من دیگه کار نمی کنم. از همون روزی که جواب آزمایشمو گرفتم بهت گفتم. من بهت گفتم حرف مف نزن. چی شب ما تحمل کردم، اوغ زدنات و حال خرابیات و گند اخلاقیات تموم شد، مرخصید خلاص. قرار تو سرمور گنده ای چطه؟ رامین جان بیا تمومش کنی. ببین مثلا نمیفهمم چی میگی، منظور تو نمیفهمم رنا، اعصابم ندارم، حال و حوصله‌ام ندارم بشینم تو مزخرف بگی من گوش بدم. نمیام خونه هی تر تر رو موبایل من زنگ میزنی رامین بیا خونه، رامین بیا خونه، وقتی هم که میام همینه جمع بزنی به اعصاب من. من دیگه کار نمیکنم، من دارم مادر میشم، دارم بچه دار میشم، نمیتونم بچهای مردم رو بدبخت کنم. با بچهای مردم عقل ندارن، شعور ندارن، مجبورشون میکنم اسلحه میذارم اینجاشون، نخرن جنسمو نخرن، باد میکنه رو دستم دیگه، خیر استرم میرم یه کار دیگه میکنم. ما ضامن خریت مردم نیستیم، این هزار بار میذاری کوف بکنم. من دیگه اون آشغالا رو جابجا نمیکنم، فهمیدی؟ ادا در نیار رنا، ادا در نیار، شروع نکن. ادا در نمیارم، بهشون بگو رنا حامل است، بگو کار نمیکنه، بگو نمیتونه، بگو اصلا مرده. چه بهتر از تو بهتر آدم کی واسه کار ما ها؟ کی بزنه حاملش شک میکنه؟ واقعا که اسم خودتو گذاشتی مرد. حرف دهنتو بفهم، حرف دهنتو بفهم. یادت رفته دختر فراری بودی؟ یادت رفته تو خیابونا با جمعت میکردم؟ من پول دادم، لباس دادم، خونه دادم، زندگی دادم.
واسه من شاخشونه میکشی؟ برای شاخشونه نکشیدم. پدر این بچه توی یادت رفته؟ چه بچه خاص؟ این نونه که تو گذاشتی دومن من. از بس در گوشم فیت فیت کردی عقد کنی؟ مگه زورت کردم؟ خودت خواستی؟ نخواستی؟ عقد کردم مثل بچه آدم سرتو بندازی پایین، هر کاری که من میگم بکنی. نه که واسه من شرنگ تخته و جفتک بندازی. خوب عقد دائم نیست. فعلا سر ما رو خورده بودی تو. هر چی که هست، من دیگه کار نمیکنم. نمیخوام. بسمه. خسته شدم. دست از سرم بردار رامین. خودم آدمت کردم. لازم باشه خودم میشونم ات سر جات. رو تو زیاد نکن. مثلا اگه زیاد کنم چی کار میکنی؟ صورتش چی شده؟ خورده زمین. امیدوارم همونطور که شما میگی باشه. یعنی چی خانم؟ کی مرخص میشه؟ فعلا که میبینی داریم میبریمش اتاق عمل. به خاطر ضربه بچه داره زودتر به دنیا میاد. برو دعا کن اتفاقی براشون نیفته. اگه نه شما یکی تو درد سر میافتی. بفهمید پذیرش. تازه از اتاق عمل اومده بیرون بیهوش هنوز. ببین نمیدونم، به هر صورت برای فردا باید یه فکر دیگه بکنیم. گوش بده به من، گوش بده. زنگ بزن بهشون موقعیت رو بگو، بعدش هم خبرش به من بده. باشه، خدافظ. رعنا خانوم خوبی عزیزم؟ بچم کو؟ خوبه، آروم باش، اونم خوبه. کجاست؟ میشه برم پیشش؟ الان نه. ببین عزیزم، دختر کوچولوی تو یه ذره عجله داشت، زود به دنیا اومده، برای همین الان گذاشتنش تو دستگاه. امشب رو سر کنه خطر رو رد کرده. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که... عزیزم خودتو ناراحت نکن، تو خودت هم وضع خوبی نداری، باید استراحت کنی. من شیفتم داره تموم میشه، همکارام هستن بهت رسیدگی میکنن. رانا خانم، صورتت چرا زخمیه؟ خوردم سمی کبودی های روی بدنت چی؟ گفتم که خوردم زمین. باشه، ولی بالاخره خانم ما به هوش اومد؟ بله، ولی شما باید تشریف ببرید. اینجا بخش زنانه، شما نمیتونید پیششون بمونید. تماس بگیرید مادرشون، خواهرشون یا یکی از خانمای فامیل بیان پیششون بمونن. من هیچ کسو ندارم. عزیزم، ولی شوهرت هم نمیتونه اینجا بمونه. این خلاف قانون بیمارستانه. شما هم خیلی نگران خانومتون نباشید، همکاران بهشون رسیدگی میکنن. بفرمایید فردا وقت ملاقات تشریف بیارید. بفرمایید. بچه رو دیدی؟ آره، یه لحظه از پشت شیشه. حالش خوب نیست.
سه چهار روزی حداقل باید توی بیمارستان بخوابه. خیلی خوب، خودم میرم. خب میگه چیکار کنم؟ نمیتونه پاشه، حالش بده. ببین گوش بده، یا برنامه رو عقب بندازی یا من اعتماد کن. اون سلامتی من خودم این کارم و خودم برن رو یاد دادم. بو کنم خطره نزدیک نمیشم. ترس ها بالدم. خدافز. دخترم، دختر قشنگم، طاقت بیار مامان، زنده بمون به خاطر من. سفید کنیم. حتی چراغاش؟ حتی چراغاش. باشه. برو یکی دو ساعت دیگه برگرد. درم بسته بود. بایستی تا باز کنم. پسر اون در رو ببند. بچه ها بجنبی. میخوام تا خرتناک برش کنید. فقط میخوام باکش کنه باشه. بجنبی. چیزی شده؟ چقدر نگرانی؟ پاشو پاشو، اومدم دنبالت ببرمت پیش دختره. حالش خوبه؟ آره خدا رو شکر، فعلا آره. خطر رفع شده، میتونی ببینی. خدا رو شکر. پاشو بذار من کمکت کنم. دختر قشنگم، عزیز دلم، منو ببخش. این بلا رو من سرت آوردم. چشمایی خوب رهنه خانم، دیگه دل داروم گرفت. بچهات دیدی؟ کی حالش خوب میشه؟ خوب میشه، باید تحمل کنی. تو رو مرخص میکنم، ولی دخترت باید یه چند روزی پیش ما بمونه. نه من بدون دخترم هیچ جا نمیرم. خب میتونی روزا بیای بهش سر بزنی، شیرش بدی، ولی باید صبر کنی که بچه حالش خوب خوب بشه. دیگه کم کم باید از حالا مادر بودن رو شروع کنی. صبر، تحمل، گذشت و فداکاری. راستی نگفتی اسمشو میخوای چی بذاری؟ آرزو. به به، آرزو خیلی اسم قشنگیه. خب به سلامتی اومدی خبر نوه‌دار شدنمون رو بهمون بدی.
یکم زود نبود مادر؟ بچه هست دیگه، زود دنیا اومده. معلومه به مادرش رفته. آسی و قانون شکن. رامین حواستو جمع کن. لعلا خودش زرزورکی چسبون بهت. ما راضی نبودیم. بدون مشورت ما عقدش کردی. حالا هم فکر نکنی با اومدن اون بچه من همه چی رو فراموش میکنم. هیچ کس خودش زورکی به من نچسبونده. مشکل اینجاست که شما فکر میکنی من هنوز بچه‌ام. بچه‌ای، عقلت نمیرسه. من که پدرت هم باید بهت بگم. اول که خامت کرد و سیغش کردی. حالا هم میخواد اسم بچه رو بذاره تو شناسنامه تو. اون میخواد از این خونه زندگی عرض ببره. رانا عقلش به این چیزا نمیرسه. عقلش میرسه. خب حالا بیشتر از اینا میرسه. بس کنید. شما باید تذکر میدادی که دادی. رامین بچه‌م خودش حواسش هست. مگه نه مادرش؟ بله. خیالتون راحت. رانا حتی تو خونه من زندگی نمیکنه. واسه یه خونه گرفتم ته شهر. جیکش هم در نمیاد. هیچ توقعی از من نداره. اون فقط میخواست یه سقف بالا سرش باشه، همین. حالا کی مرخصش میکنه؟ فردا. آنداست. حتی میشه جمع نکردی؟ نشد رانو، از بس کار ریخته سرم. خواه با کلی شلوغ بودم، یه دفعه هم جاد رفتم ماموریت. فیاد گذشته ها، خودمونیم خیلی هیجان داره ها. پیشکش خودتون نکن دختر، هنوز نیومده گند اخلاقی نکن. من کلی کار دارم، کاری داشتی به تلفنم زنگ بزن. دختر قشنگم، عزیز دلم، قشنگ ماما، نمیذارم توی خونه بزرگ شی. با خودم میبرمت، با هم میریم یه جای دور، یه جای دور دور، یه جایی که دست هیچ کسی به ما نرسه. تو فقط بمون، تو فقط به من نگاه کن، به من بگو مامان. من همه زندگیمو بهت میدم، همه عشقمو بهت میدم. تو فقط باش، کنار من باش. قشنگی مامان، آرزوی مامان، عشق مامان. یه چند دقیقه بشین، من برم پایین کارهای تخلیص رو بکنم. بیا Thank you.
ببخشید خانم، شما خانم من ندید اینجا نشسته بود یا بچه هم تو بغلش بود؟ شما اونجا پشه پر بزنه پذیرش لازمش کنی خانم، با این گندگی رو ندید که ایپا شد رفت. بابا صدا تو بیار پایین، خانم شما مرخص شدن، بچه تون هم همینطور، ما وظیفه نداریم مراقبشون باشیم. رانا رانا کجا بودی؟ چرا هرچی زنگ میزنم تلفن تو بر نمیداری؟ چیه؟ نگران شدی؟ نگران زن بچت شدی؟ یا مهره که قرار براتون چیز جا بدی؟ دفعه آخرت باشه به من تیکه میندازی، دفعه آخرت باشه که نگرانم میکنی. اگه بچه تو بغلت نبود میکشتمت. شنیدی؟ ساکت باش، بچه خوابیده. بفهمید. خیلی ممنون. بچه رو برده بودم دکتر. دکتر چی؟ خوبه که. اه از که تالا دکتر شدی؟ زودتر میگفتی بی خود پول ویزیت نمیدادم. اینجا چقدر به هم ریختی؟ دنبال چیزی میگردی؟ یعنی تو نمیدونی؟ من چی باید بدونم؟ رانا منو نگاه کن. پولا، پولام کجاست؟ کدوم پول؟ همونه که دیشب از تو خونه کف رفتی. مثل که جنسی که دیشب زدی خیلی خوب بوده، اثرش داله مونده، توهم زدی. کدوم پول؟ نکنه بابت همون پول هست که اینطوری خونه رو به هم ریختی؟ اگه پیدا کردی 50-50. حسنم سر نبر، الان قرار گذاشتم ماشینم حاضره، باید بری سر کارت، ولی یه دونه میزدم تو صورتت، یکی از من بخوری چهارت از در دیوار. آخ مامانم اینا، مردم از ترس. با من درست حرف بزن رانا، همیشه با من درست حرف بزن. الان باید بری سر کار. میگی پولا رو کجا گذاشتی؟ بعدا در این خونه میری بیرون. باز که برگشتی سر حرف اولت. رانا بی خیال اون های پول میشن. اون پولا دست من نیست. هزار بار بهت گفتم، بازم میگم، من دیگه کار نمی کنم. من الان یه بچه دارم، اگه این وسط یه بلای سر من بیاد چی ها؟
کی میخواد بچه‌مو بزرگ کنه؟ من نمیخوام بچه‌م یتیم شه. بس بابا، بس رانا. این همه ننه من قریبه موزی در نیار. یه ما تو خونه خوردی، خوابیدی، چپیدی، لالا بس دیگه. الان باید بری سر کارت. قضیه این پولم بعدن حل میکنی. بچه گوش نشه. داره که یه میکنه. شیر میخواد. برگره دیگه بچه تو نمیبینی. آرزوی من بخوابه، من زودی برمیگردم. باشه ماما، باشه عزیزم. امرتون میخوام ماشین رو رنگ کنی. سفید سفید. سر تا پاشو. حتی چراغاش؟ حتی چراغاش. خیلی خوب. برو یکی دو ساعت دیگه برگرد. درم بسته بود. وایسا در باز شد. با سلامه. بچه ها بجنبید. وقت نداری. در رو ببند. ولی این بچه گشنش میشه، مادرشو میخواد. شیشاشو شیر خشکش تو ساکش. آخه تا کی میخوای این بچه رو بذاری پیش من؟ تو خودت میدونی بابا دل خوشی از رنا نداره. او واسه تنبیه رناست چیزی نمیده. گناه داره مادر، اذیتش نکن. اون آدم بی کس و کاریه. همین بی کس و کاری که میگی از پسر دزدی کرده. بازم دارت برش میسوزه نه؟ اگه بابات بفهمه آبرو برات نمیذاره ها. من چی گفتم مادر؟ گفتم بابا چیزی نفهمه دیگه. دو ساعت این بچه پیشت باشه، من مادرش رو ادب کنم بعد بیام میبرمش. خدا آخر عاقبت تو رو با این کارات به خیر کنه مادر. خیره مادر، خیره، نترس.
اشتباه گرفتی آقا، چه اینجوری میکنی بابا؟ مرکز سهند. سلام، مستعجل باشید، متهمین به مرکز اعزام شدن، منتظر سوژه اصلی هستیم. جناب سروان، مورد مشکوک مانتوی آخرین رنگم رد میشه. خانم، خانم با شما هستم.